بسم الله الرحمن الرحیم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و امیدوارم که حالتون خوب باشه اما میخوایم با هم بسم الله نرم افزار رو بگیم ببینیم که فتوشاپ چی است و چه کارهایی میتونه برای ما انجام بده بیایم اول با هم سرچ بکنیم ببینیم اول از همه کارها ما سرچ میکنیم فتوشاپ ببینیم مثلا فتوشاپ چیه ویکی‌پدیا رو میاره باز میکنم شما میتونید یک تاریخچه خیلی عالی و خوب از نرم افزار فتوشاپ داشته باشید که فتوشاپ اول چی بود، چه چی چیز ساده ای بود، بعدن در واقع ادبی اومد خریدش و چه ویژگی های خوبی بهش اضافه کرد. از کی بوده؟ نسخه یکش از سال 1990 بوده. تقریبا شاید نزدیک به سی سال پیش و بعدش چه اتفاقاتی افتاد؟ چقدر حرفه ای شد؟ نسخه های اون وقتی که اسکول کنیم بیایم پایین تر نسخه ها رو نوشته که چه چیزایی اضافه شده حالا بعد از اینکه انشالله این دوره تمام شد شما با خیلی از این عبارت هایی که اینجا نوشته شده انشالله آشنا میشید مثلا یه سری جزئیات رو نوشته خراب... خرابی سرورهای فعال سازی CS2 که نقص فنی اطلاعات خیلی جالبیه و خب میتونه براتون خیلی جالب باشه میان پایین تر من خودم شروع کارم با CS4 بود یادم اون موقعی که میخواستم شروع کنم یه سی 3 بود که خیلی ساده و ابتدایی بود بعدی سی 4 اومد و هی hey, پیشرفت کرد هی hey, پیشرفت کرد شما هر چی اسکرول کنید بیاین پایین ببینید که چقدر این نرم افزار ای تر شد تا در نهایت ما رسیدیم به نسخه کریتیو کلود که الان ما داریم از و ورژن سی, سی وقتی حرف میزنیم منظور کریتیو کلوده که در واقع از نسخه کریتیو کلود کلا همه چی شد فضای ابری یعنی وقتی که شما مثلا فتوشاپ رو تهیه بکنید ویسکی که به شما فضای ابری میده که میتونید مثلا اگر شما روی یک سیستمی فتوشاپ دارید میتونید در واقع به سرور ابریتون وصل بشید دیتا جابجا کنید با گوشه موبایلتون ست میشه خیلی اتفاقات جالب و خوبیه اما خب دلیل اینکه ما تحریم هستیم یقینا دسترسی به این کار نداریم و بعدش بیاد جلوتر هی hey, میومد پایین هی بیایم پایین تر در واقع اتفاقات مختلف رو میبینیم ویژگی های جدیدی که اضافه شد به نظر من شما اگر بعد از این دوره این متن ویکیپدیا رو بخونید خیلی بیشتر سردر میارید و در واقع خیلی میتونه براتون بهتر و خوب باشه بیشتر با این فضا آشنا میشید و خب وقتی بیایم پایین تر یک بخش رو میریم تحت عنوان فوتومونتاژ که این بخش رو خودم اضافه کردم و گفتم به عنوان کسی که نزدیک اینکه ده دوازده ساله که داره فتوشاپ کار میکنه فقط در حد کار کردن اما خب عاشق فتوشاپ بودن گفتم که این بخش هم اضافه کنم که من هم یک نقشی در تکمیل کردن ویکیپیدی های فوتوشاپ داشته باشم اما خب برای دانلود شما وقتی سرچ کنید دانلود فوتوشاپ میتونید وارد سایت صاف 98 بشید حالا به دلیل اینکه ممکنه در واقع یوتیوب بعداً گیر بده من همینطوری براتون توضیح بدم وارد سایت ساف 98 میشید و ورژن 2021 رو شما دانلود میکنه به دلیل اینکه ورژن پخته ایه و قابلیت های حرفه ای فتوشاپ رو که اضافه شده رو به صورت کامل و خوب داره اما خب وقتی که شما نرم افزار رو دانلود کردید از سایت صاف 98 ورژن درست اون رو که ورژن 2021 در واقع سال 2021 ورژن 22.5.7 و این عدد بعدیش اون رو اکسترکتش میکنید ریدمی رو بخونیم با هم میگه اگه قبلا شما نسخه قبلی رو در واقع نصب کردید یا کرک کردید این پوشه ها رو پاک بکنید که من دلیل اینکه قبلا نصب کردم بهتره که همین الان این کار رو انجام بدم میام توی این پوشه و این پوشه رو کلا دیلیت میکنم تا در واقع این اوکی بشه و بعد از اون میریم سراغ این که این نرم افزار رو ما نصب بکنیم که خب من یک بار دیگه پوشه رو بیارم ورژن 2021 بیس ورژن فتوشاپ ورژن این ورژن بالاتر میام نصبش میکنم و خب ببینید با توجه به سیستمتون شما میتونید که این ورژن های مختلفی رو نصب کنید من در واقع سعی می که تو این دوره اون چیزهایی که در ورژن های قبلی نیست یا اسمش متفاوت شده در این ورژن رو خدمتتون بگم که بدونید که اگر شما گزینه ای رو در فتوشاپتون نداشتید بدونید که این اسمش یه چیز دیگه است یا اینکه بعدا اضافه شده به خاطر همین شما میتونید قبلا ما یک ویدئوی ضبط کرده بودیم میتونید اون ویدیو رو ببینید که بتونید بهترین ورژن رو با توجه به کانفیگ سیستمتون دانلود و نصب بکنید حتما دقت کنید که اینترنتتون در واقع قطع باشه بهتره وی پی نزنید هم خیلی بهتر میتونه باشه من دوبار کلیک میکنم روی ستاپمون فوتوشاپ 2021 اینستالر حالا این فوتوشاپ الان خوب شده قبلا ما میخواستیم کرک بکنیم اگر کرک نمیشد و ما باز میکردیم فتوشاپو باید ویندوز رو عوض میکردیم خودتون در واقع فرض کنید که چه خبر بوده اون زمان زبونم میذارم زم روی انگلیسی لوکیشن هم بذارید همون دیفالت بمونه که توی درایو سی تون نصب بشه اگر شما اس داشته باشید خیلی 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 بهتره و روی گزینه کانتینیو من کلیک میکنم و خب این میره برای نصب شدن خب با توجه به سیستمتون اون درایو سی تون خیلی مهمه دیگه اگر شما اس داشته باشید از هارد درایو اس استفاده کنید خیلی بهتر و خوب هست این الان داره برای من نصب میشه و وقتی که تموم شد که چند ثانیه دیگه تموم میشه ادامه کار رو با هم میبینیم خب نصب شد اصلا روی کلوز من میزنم الان از شما اگر بخواین نرمزار اجرا کنید توی دسکتاپتون یقینا یک چیزی وجود داره به اسم کریتیو کلود آرمش قرمزه به هیچ وجه روی اون کلیک نکنید بیاین در منوی استارتتون و فتوشاپ رو سرچ بکنید عبارت فوتو فتوشاپ 2021 راست کلیکش میکنم میذارم توی تسک بارم که این پایین برای من بمونه و روش کلیک میکنم تا نرم افزار فتوشاپ برای ما باز بشه و اما فتوشاپ بهترین نرم افزار ویرایش عکس خب ببینید از ما الان اینجا وقتی که فتوشاپ رو باز کردیم نوشته drag and drop a file or select one from your computer to get started ما اینجا از دو راه داریم برای اینکه با نرم افزار فتوشاپ کار بکنیم یه بار هست که میخوایم یک چیزی رو صفر تا صد درست بکنیم خب مثلا شما میخواین یک پستری رو درست بکنید یک پستر که مثلا توی تصویر دارید میبینید از المان های خیلی مختلفی استفاده شده یه بار هست که شما میخواین عکس وارد بکنید خب این دوتا الان گزیناش فرق داره تا در ادامه ما میتونیم هم عکس درست بکنیم هم پستر درست بکنیم کارهای خیلی مختلفی میتونیم انجام بدیم اما این بار الان میخوایم با هم یک صفحه جدید درست بکنیم و خب یه سری توضیحات رو میخوام توی این بخش خدمتتون بدم. اگر روی گزینه اوپن ما بزنیم میتونیم عکس وارد بکنیم که مثلا مگه بخوام یه دونه عکس وارد بکنم مثلا یه عکس قالی انتخاب میکنم روی گزینه اوپن میزنم و عکس برای ما در این صفحه باز میشه. اینجا یه سری گزینه‌ای در این کنار داریم. در این قسمت سمت راست ما پالت ها رو داریم که صورت کامل و جامع سعی میکنم بهتون توضیح بدم که فضاش به چه شکلی است در قسمت سمت چپمون ابزارا رو داریم و خب این گزینه میگه ریسرچ فور فلان و بیسار اینها که ما کاری باش نداریم در قسمت سمت چپ ابزارا داریم و در قسمت بالا منوها این سه تا قسمت قسمت های خیلی مهمیه که ما رسما توی فتوشاپ با اونها کار داریم و خب وقتی که روی این ابزارها هم بیایم فتوشاپ میاد یک توضیح کلی به شما میده و خب این توضیحات کلی میتونه بعدا برای اینکه یادتون بمونه هر کدوم از این ابزارها چه کاری رو انجام میده برای شما کافی و خوب هست من این رو میبندم میام از گزینه Create New استفاده میکنم و یه چیز جالب اینجا اون چیزی که باز کردیم رو در این قسمت میبینیم که خب این در واقع چیز خیلی عالیه برای اینکه ما بعدا اگر پروژه ای رو باز کردیم بتونیم کویک اکسس داشته باشیم دسترسی راحتی بهش داشته باشیم و بتونیم در واقع اون عکس یا اون فایلی که ذخیره کردیم رو روش کار بکنیم ما در فتوشاپ همونطور که عرض کردم اگر بخوام یک چیز رو درست بکنیم باید یک صفحه سفید داشته باشیم بله من روی create نیو میزنم اینجا برای شما صفحه نیو باز میشه این صفحه نیو داکیومنت چیه خوب دقت بکنید الان ما کاری به فتوشاپ نداریم میخوام براتون مثال بزنم ببینید شما وقتی که بخواید یک غذا درست بکنید یک غذا مثلا به عنوان مثال میخواین ماکارونی درست بکنید وقتی که شما بخواید یک ماکارونی درست بکنید خب باید ظرف مناسبش رو هم داشته باشید یعنی شما وقتی که بخواید ماکارونی ها رو بریزید توی آب بجوشونید خب نمیتونید از ظرف پلاستیکی استفاده کنید یا از اون طرف میخواین از دسر مثلا درست بکنید حالا مثلا به عنوان مثال من میگم سالاد شیرازی هم, همون هم دوست داریم که البته اسرائیلیای نامرد به عنوان سالاد اسرائیلی برای خودشون ثبت کردن خدا نشناسا کاری نداریم شما مثلا میخواین یک سالاد درست بکنید خب مهمه که ظرفتون یک ظرف اتفاق این بار پلاستیکی باشه چرا چون که وقتی که شما میخواین آبلیمو اضافه بکنید یا میخواین سرکه اضافه بکنید حالا خلق الله مختلفی دوست دارن وقتی میخواین اضافه کنید اگر از ظرف آهنی استفاده کنید خوب نیست به خاطر همین باید ظرفی که انتخاب میکنید باید درست باشه دقیقاً تو فتوشاپ هم همین شکله ما وقتی یک چیزی رو طراحی بکنیم خب وقتی که بخوایم برای وب طراحی بکنیم مثلا میخوایم یه دونه بنر تبلیغاتی طراحی بکنیم واسه یه گوشه یه دونه سایت یا مثلا میخوام یک طرحی رو چاپ بکنیم با سایز آ چهار میخوایم اون رو ببریم برای چاپ خب اینها عزیزان ظرفایی که ما تو فتوشاپ داریم و باید به نیازمون انتخابشون بکنیم و خب تو این صفحه نیو داکیومنت ما میتونیم اون صفحه سفید که اون ظرف ما باشه رو اینجا میتونیم درست بکنیم ما در این بخش یه سری پریست هایی داریم ایزان ریسنت یعنی آخرین در واقع ظرفی که ما درست کردیم من از به جای ظرف میگم داکیومنت چرا؟ چون که ما با مفهوم ظرف آشنا شدیم داکیومنت هم دقیقا همین شکله ریسنت، سیفت، فوتو، پرینت، آرت ان ایلوستریشن، وب، موبایل، فیلم اند ویدیو اینا همش صفحه سفیده مثلا میام تو این بخش فوتو مثلا لندسکیپ سایزش دو در سه اینچ هست روش کلیک میکنم روی این پریست های آماده اینا پریست عزیزان یعنی حتی اگه شما با کاین مستر هم کار کرده باشید اون صفحه‌ای که می‌خواید درست کنید کاین مستر نوزار کلیپ سازی موبایل یه چیز خیلی ساده و باحال خوبی هم هست برای شما یه سری پریست داره و خب اینجا عزیزان طول و عرضمون رو داریم و واحد اندازه‌گیری که حالا به مفصل خدمتتون توضیح میدم یا وقتی ما بخوایم یه کار چاپی داشته باشیم سایز A4 A5, A6, a سایز B که خب اینها قطعه ها و سایزهای های مختلفیه که برای چاپ بعضیش استفاده میشه در واقع این پرینت ها کلا برای چاپ استفاده میشه اما خب سایزهای های مختلفیه یا مثلا آرت اند آقا مثلا پوستر شما بخواید طراحی کنی سایزش چی باید باشه یا مثلا پوستری که در واقع برای سیستم استفاده میشه برای بکگراند سیستمتون یا مثلا برای وب یا مثلا برای موبایل مثلا یادش بخیر ما یه زمانی میخواستیم گرافیک یک بازی اندرویدی رو طراحی بکنیم دقیقا یکی از این پریست ها رو من هر بار انتخاب میکردم برای اینکه اون صفحه درست بشه اون صفحه سفیدی که میخوام توش کار بکنم یا فیلم ان ویدئو که اگر شما بخواین یک عکسی رو برای کلیپتون میخواین توی کلیپتون استفاده کنید توی پریمیر توی نوزار کاین مستر توی موبایلتون بخواین کار بکنید در واقع شما باید این صحنه رو انتخاب بکنید یکی از این پریست رو انتخاب بکنید خب حالا بیایم اصلا خود جزئیات این صفحات رو ببینیم در این قسمت کناری ما در این قسمت عزیزان طول و عرض رو داریم طول و عرض و اینجا واحد اندازه گیریش رو داریم واحد اندازه گیری. ما تقریبا میشه گفت با سه چهار تا از اینا کار داریم با پوینت و پیکاس کاری نداریم توی این کورس آموزشیمون مون شما میتونید سرچ بکنید که پوینت چه واحد اندازه یا پیکاس چه واحد اندازه گیریه نمیخوام وارد جزئیات خارجی اینجور چیزها بشم پیکسل ما وقتی که بخوایم برای گوشی های موبایلمون یا مثلا برای همین مانیتوری که من دارم بخوایم یک چیزی رو طراحی بکنیم خب من میذارم 1920 در 1080 که واحد اندازه‌گیری اون پیکسله اگر ما مثلا بخوایم سانتی مترشو ببینیم سانتی متر اون میشه 67 سانتی متر 73 میلی در 38 سانتی متر و 1 میلی به خاطر همین اگر شما مثلا میخواستید که یک صفحه رو درست بکنید میخواید عکستون رو مثلا عکس در 4 بکنید خب روی سانتی متر سه در چهار ما در این بخش اورینتیشن رو داریم از زان که در واقع با استفاده از این گزینه ما میتونیم که ابعاد رو تغییر بدیم یعنی مثلا الان زلش سه سانتی این زل سه به چهاره به حالت موسمان من دقت کنید سه به چهار یعنی زل عمودی ما چهاره اما اگر بخوایم مثلا بچرخونمش چهار در سه میام از این قسمت اورینتیشن این رو انتخاب میکنیم گزینه آرت بوردز رو من قبلا ویدیو در مورد ضبط کردم واردش نمیشیم الان اول کار اصلا به حساب به کارمون نمیاد و بعد از اون میرسیم به رزولوشن نکته بسیار بسیار مهم که واحد اندازه‌گیری اون پیکسل اینچ و پیکسل سانتی متر ببینید عزیزان ما یک چیزی داریم تحت عنوان تراکم پیکسلی یعنی وقتی که میخوایم یک چیزی رو طراحی بکنیم باید ببینیم که چه رزولوشنی برای کار ما مناسبه اگر شما بخواین کار چاپ انجام بدید رزولوشن شما متفاوت میشه با توجه به دستگاهی که قراره اون طرح شما رو چاپ بکنه اگر شما میخواین مثلا فقط توی گوشه موبایلتون میخواین استفاده بکنید این رزولوشن متفاوت میشه که من به صورت خیلی خلاصه بخوام خدمتون بگم ما با در واقع با سه تا اندازه مختلف رزولوشن طرف هستیم رزولوشن اصلا چیه؟ رزولوشن به اون تراکم پیکسلی ما میگن که 72 پیکسل در یک اینچ مربع میشه یعنی شما اگر بخواین مفهوم رزولوشن رو متوجه بشید 72 دو تا پیکسل رو در یک اینچ مربع تصور بکنید این میشه سایزهایی که دیوایس های ما دارن یعنی دیوایس های ما 72 پیکسل در یک اینچ مربعه مانیتور من همین شکله گوشی شما هم همین شکله حالا ممکنه این تراکم کم و زیاد بشه و داستانای خودش رو داشته باشه اما اگر شما میخواستید یک چیز چاپی داشته باشید یک چیز دیجیتالی داشته باشید از خواهم میذارید روی 72 پیکسل اینچ و اگر شما مثلا یک چیز چاپی داشتید اون موقع باید با توجه به در واقع اون دستگاهی که میخواد چاپ بشه باید اقدام به تغییر رزولوشن بدید که در نهایت از آن همه این مقادیر رو ما حتی بعد از اینکه کارمون رو هم نهایی کردیم میتونیم عوض بکنیم اما اگر اون چیزی که میخوایمو در نهایت طراحی کنیم و از همین ابتدا این صفحه سفید ای رو درست بزنیم خیلی عالی و خوب هست من سرچ میکنم رزولوشن رزولوشن چاپ انتخاب رزولوشن برای طراحی مختلف که میاد اینجا کامل بهتون توضیح میده حالا هر کدوم از این چیزهایی که در واقع هست و خب شما میتونید که رزولوشن های مختلفی رو برای طراحی های مختلف برای در واقع انواع چاپ های مختلف میتونید انتخاب بکنید که خب معمولا عزیزان معمولا خلق زان روی 300 روی 300 پیکسل وقتی برای چاپ استفاده میشه منتها خود چاپگر در نهایت کم و زیاد میکنه یعنی اول آخر چاپگر کار خودش رو میکنه اون مثلا پرینتری که شما میخواین کار بکنید اما وقتی که شما بذارید روی 300 این چیز قابل قبول خوبی هست کالر مود رو داریم عزیزان کالر مود رو داریم بیت مپ گری اسکیل جی بی سی ام و لب کالر کالر مود ها الان چی هستن این هش بیت و اینها چیه کالر مود رو اول خدمتون توضیح بدم همونطور که عرض کردم شما وقتی که بخواید ماکارونی درست بکنید بریم سراغ مثال خودمون ماکارونی شما وقتی بخواین درست بکنید ظرفتون باید ظرف درستی باشه جنس ظرفتون ما تا اینجا الان چیه ظرف رو بررسی کردیم ابعادش رو مثلا شما اگه بخواین اون ماکارونی درست بکنید برای چهار نفر خب باید یه ظرف مناسبی داشته باشید یک قابلمه مناسبی داشته باشید حالا این قابلمه ما چه جنسی باید باشه اینجا میشه کالر مود ما که خب این وسط ما سه گزینه رو داریم که خب این ستا گزینه اهمیت بیشتری دارن یکی گری اسکیل، آر بی کالر و سی ام واکی. گری اسکیل برای زمانی که شما بخواید سیاه و سفید کار بکنید که خب پیشنهاد بهتون نمیدم. سیاه و سفید اگر بخواین شما کار بکنید میذارید روی گری اسکیل. و خب هر چی رنگ توی اون صفحه استفاده کنید هر چی عکس بیاری در نهایت گری اسکیل اونها رو تبدیل به سیاه و سفید میکنه آر بی کالر رنگ های معمولی رنگ های معمولی که در واقع در دنیای دیجیتال استفاده میشه رد گرین و بلو، قرمز، سبز و آبی رنگ هایی که در دنیای دیجیتال هست رنگ ها به این ستا رنگ هست و CMYK CMYK ساین مجنتا یلو و بلک گری اسکیل شد سیاه سفید RGB برای دنیای دیجیتال اگر شما بخواید عکستون توی وب استفاده بشه اینستاگرام نمیدونم فیسبوک توی کلیپ بخواد استفاده بشه شما در بذارید روی RGB اگر بخواد برای چاپ بره شما باید بذارید روی CMYK چرا؟ دلیلش رو با هم علمی ببینیم به دلیل اینکه عزیزان شما در دنیای چاپ با چهار تا رنگ طرفید کلا معمول پرینترا به این شکلی که با چهار نوع رنگ دارن یعنی اگر شما کار چاپ انجام داده باشید این رو میتونید متوجه بشید کالر CMYK CMYK در واقع از چهار تا رنگه یادش بخیر زمانی من توی یک نمایشگاهی بود توی جمکران قرفه داشتم کارم کار چاپ بود یکی از کارهایی که باید انجام میدادم چاپ بود و در واقع باید هر بار این پرینتر رو من باید پر میکردم رنگ هامون دقیقا به این شکل هزار ساین تقریبا میشه گفت رنگ فیروزهی مجنتا صورتی یلو رنگ زرد و بلک که در واقع رنگ سیاهمون هست اگر شما بخوایم برای چاپ طرحتون رو طراحی بکنید میذارید روی CMYK دقیقا میشه گفت این تصویریه که RGB و CMYK رو به شما به صورت خوبی القا میکنه پس من میخوام الان کارم میخوام چی باشه میخوام یه صفحه میخوام طراحی بکنم مثلا میخوام یه دونه سایز اینستاگرام میخوام یه دونه واسه پست اینستاگرام میخوام طراحی بکنم یه عکسی رو سایزهای اینستاگرام چیه اصلا من الان باید چه سایزی رو انتخاب بکنم من سرچ میکنم ابعاد اینستاگرام اندازه ها و استانداردهای عکس و فیلم در اینستاگرام چقدر و چطوری هست سکرول میکنم میام پایین تر عکس مربعی نسبتش یک به یکی که حالا ما با این نسبت کاری نداریم نسبت زل سایز پست ده هشتاد پیکسل در ده هشتاد پیکسل عکس های مربعی عکس های افقی عکس های عمودی اینها سایز های مختلفیه که شما اگر بخواید مثلا عکس درایو در بکنید برای اینستاگرام مثلا این شکلی. کاور یوتیوب متفاوته کاور فیسبوک متفاوته به من روی 1080 پیکسل در 1080 پیکسل 1080 پیکسل در 1080 پیکسل و خب این وسط دیگه اورینتیشن هم فرقی نداره یعنی مثلا طول و عرض رو بخوایم جابجا بکنیم جاشو هیچ فرقی نداره چون مربعیه رزولوشن باید چی باشه بیشتر از 72 دا اصلا دیگه به کار نمیاد برای اینستاگرام اینستاگرام خودش رزولوشن رو میاره پایین بخاطر شما اگر این رو روی هزار هم بذارید هیچ فرقی نداره اما دقت کنید هر چقدر رزولوشن بره بالا هر چقدر سایز بره بالا سیستمتون رو خیلی درگیر میکنه به خاطر همین باید همیشه این مقادیر رو طول ارز و رزولوشن به اندازه انتخاب بشه ما اینو روی 72 چون بیشتر از اون دیگه اصلا نیاز نیست میخوایم رنگی باشه میخوایم برای مثلا اینستاگرام میخوایم استفاده کنیم دیگه میذارم روی ار بی 8 بیت 16 بیت و 32 بیت چه اینها از آن عمق رنگ ما هستن که خب خودش یه مبحث خیلی در واقع پیچیده و وقتی که شما یه عکسی رو در 8 بیت داشته باشید به یه شکل 16 بیت همینطور 32 بیت که بالاترین کیفیت در واقع عمق رنگ و عمق تصویره حالا بهتر بگم عمق رنگ این داستانش متفاوته اما اگر شما بذارید روی 8 بیت قابل قبوله خواستید سرچ هم بکنید از همین الان میخواین همه چی رو بدونید سرچ میکنید عکس های 32 بیت میاد کامل براتون توضیح میده که عمق رنگ ها در اسناد جدید فتوشاپ به چه شکلی هست اگر دوست دارید اگر علاقه دارید به این که بدونید 8 بیت و 32 بیت و 16 بیت اینها چه تفاوتی داره راحت و خوب میتونید سرچی داشته باشید بکگراند کانتنت رو داریم رنگ ابتدایی که خب همون سفید بذارید باشه مثلا اینا گزیناییه که این گزینه های کالر مود به پایین حالا کالر مود رو از همین جا انتخاب کنید خوبه از این گزینه به پایین اینا دیگه خیلی تفاوت خاصی در کار ما ایجاد نمیکنه اگر روی حالت دیفالتشون قرار بدیم کالر پروفایل رو داریم از در داری این قسمت که این کالر پروفایل دیگه خودش اصلا یه قول مرحله آخریه برای داستان رنگ که خب شما بذارید روی dont manage color dont color manage در واقع این RGB هم بذارید اوکیه اما بذارید روی همون don't color manage که خب اگر شما خواستید سرچ بکنید میتونید سرچ کنید کالر profile که هر کدوم از این ازان خیلی باحاله هر کدوم از اینها یه کار یه فضایی رو برای شما ایجاد میکنه از جهت رنگ که خب ترجیح میدم واقعا الان واردش نشم پی، پیکسل اسپیک ریشیو رو داریم که بذارید روی همون سکویر پیکسلز بمونه شما در این گزینه به من اعتماد بکنید بعدا خودتون میتونید سرچ بکنید که اینها چی هست من صرفا میخوام این کورس یه کورس جامعی بشه که بتونید با نظر فتوشاپ به راحتی کار بکنید همه اینها درست ما از اینجا بتونیم مثلا اسمو هم تغییر بدیم مثلا من اسمشو فارسی میذارم مثلا تست اولیه و خب میتونم این رو در واقع سیوش بکنم همین کاری که انجام دادیم رو تا در بخش ریسنت تا, تا در بخش سیو بتونیم اونها رو داشته باشیم سیوش رو میزنم تست اولیه سیو سیو دوان و در واقع این اسم ما اسم کار ما ذخیره شد که خب این تست اولیه این در نهایت فایل اصلی مونه که وقتی روی کرییت من بزنم این نام فایل ما میشه سیو اولیه و اینجا شروع کار ما در فضای دیزاین هست که انشاءالله در جلسات بعدی وارد این میشیم که چه کارهایی رو ما میتونیم انجام بدیم در فتوشاپ از این ابزارهای انتخاب اولیه پالت ها رو جمع و جور بکنیم و غیره ان که موفق و معید باشید ویدیو بعدی رو به هیچ وجه از دست ندید اگر سوالی هم داشتید توی کامنت ها بنویسید تا ان در کانالی که برای بحث پرسش و پاسخ هست اونجا سوالتون یادداشت بشه و جوابش هم داده بشه موفق و معید بشید ویدیو بعدی رو به هیچ وجه از دست ندید